معلم رقصم شما سرطان بر شما چی داشت؟ من تو سی و یک سالگی گرفتم سرطان تو سی و یک سالگی که هنوز یه عالم فکر تو ذهنته ای چهل درصد ممکنه زنده بمونم یعنی مثلا like او مای گاد من احتمال خیلی زیاد میمیرم تا شیش ماه دیگه oh او شیت این کارو میخوام اون کارو میخوام این کارو میخوام بکنم میدونی زمان مهمترین چیزه میگم هنر زندگی کردم باز کردن و اینه که رفلکت کنی روی آنچه که گذشت یعنی من درست اون لحظه ای که اسم کنی دیگه دست تو نیست دیگه همینه که هست این اتفاقی که قبل بوده شده خیلی تجربه بزرگ و واقعا درس بزرگیه ها واقعا مثل شاخ قول شکستن بود آدمایی که این ویدیو رو نگاه کنن یه درس خیلی بزرگ قرار بگیرن سلام علیکم به 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 سلام سلام حال شما خیلی حال شما خانم زیمان. خوبی؟ خدا رو شکر چی عالی؟ من شما رو منم ببخشید باز هفته ای دارم نمیخواد حتی راجبش صحبت بله شما چه خبر؟ اوضاع خوبه؟ الحمدلله همه چی خوب آره دیگه مشغول حسابی آخی. مشغول و مشغول سعی کرده یعنی در تلاش برقرار کردن بالانس زندگی آه. که در دیگه اکتیویتی دیگه آره دیگه, دیگه الان هوای شما که معرکه است بذم از حسودی شروع آره. کنم آره آره شما, آه. 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 شما آه. تو رنتوی هنوز اه. سرش ها. یه دو سه روز خوب بود ولی بله امروز از این بودوی ب... اصلا این درخته داره 180 درجه میره میاد. خب از خودم بگم که کی هستم بنده یک مادر، آه. یک فرزند، یک آدمی که عاشقه بعد یه آدمی که خیلی فعاله از اون آدمام که اگه خیلی فعالیت نکنم مریض میشم فکر میکنم <تصفيق> <تصفيق> یعنی بعضی که هی به هم میگن که خب یه ذره استراحت کن یه کم چرا همش باید کار کنی یه ذره ریلکس و تازگی به این نتیجه رسیدم تازگی ها قشنگ قبولش کردم که اینجوری هم من یعنی مدلم اینه که آدمی هم که دوست دارم یه تو دو لیست بزرگ داشته باشم چهار پنج تا پویمنت داشته باشم و غیر از این و اون همون میگم بلنس برقرار کردن تو زندگی اینه که اول از همه بدونی کی مثلا قبلا هی فکر میکردم چرا من انقدر سر خودم شلوغ میکنم بعد تا میخواستم ریلکس کنم و میدم دیپرس میشم خواسته خیلی جالبه خودم با خودم خیلی درگیری دارم and I love it <laughs> I know that's nice از تا انجا که میدونین که دقیقا چی میتونه خوشحالتون کنه اون مهمترین چیز دیگه نه آره آره بایش هم اینکه هم عوض میشه دیگه اونم یه چیز خیلی جالبه که مثلا یه موقع های من خیلی خجالتی بودم که کسی باورش نمیشه اونقدر توی دوران تینیجر اینا خیلی خجالتی بودم ولی بعد توی یه دوره یه دفعه خیلی تو با یه گروه خاصی خیلی ریلکسم با یه گروهی یه جا میرم مثلا حرف نمیزنم خیلی به نظر من انقدر زندگی جالبه انقدر پیچیده هست ماها انقدر پیچیده این که خودش قشنگ میتونه یه لایف تایم یه طول, آم. طول کامل آدم راجب خودش فقط بخواد خودش یاد و یاد بگیریم از خدا از خودمون در آدم هم. فقط همون فکر کارهای خودش باشه دو نیرفه میبینه رسیدی به پنجش از هفته <تصفح> چقدر خوبه که شما چقدر جالب بود برام که شما با رول مادری شروع کردی خواستن خودتون تعریف کن خیلی برام به من بگین که چیکا میکنین اصولا اصولا چی کار بگو نمی کنم <applause> <applause> کار اصلیم که بخوام یکی از هم بپرسه شما چی کار این یعنی اون اولین چیزی که میاد از از شغلی و کاری معلم رقصم ده. اون اولیشه یعنی یه چیزیه که چون نمیدونم سام ها فکر میکنم هممون از از اینکه چی کار میکنی رو با اون چیزی که واسهش پی میشیم حساب میکنیم <تص> یا میگن what do for <applause> right. Exactly. حالا مال من شغلم که هم براش پی میشم همین که واقعا فکر میکنم حتی وقتایی که پیم نمیشم هنوز همون کارو میکنم یک درس دادن و تیچینگه یکی هم رقصیدنه ولی رقصیدنه سال جون یه چیز جالبه رقصیدن من اینه که فقط رقص خالی نیست اینجوری یه جورایی قشنگ تو همدیگه پیچ خورده با اون حس و حال <متحق> رقصیدن انقدر آدما هستن خیلی قشنگتر میرقصن خیلی استایل های مختلف دارن همه چی واسه من مدل من از اوناست که این رقصیدنم هم همیشه همراه با یه حال متفاوته همراه با آره برای خودم حتی مثلا خیلی از اونایی که بعضی میگن وای تو دیگه ه... از صبح تا شب داری میرقصی اصلا نمیتونی بشینی لابد نه یعنی بارها و با. مثلا اهل کلاب نیستم اهل مثلا مهمونی بزن به خیلی جالب حالا خیلی نیستم خیلی اهل رقصیدن تو جمع و پابلیک و کنسرت و مهمونی نیستم عجیبه یه ذره واسه آدم ها. مثلا یه جا که میریم خیلا میگم وای الا که نیوشا اومده وای خانم نیوشا اینجاست ما نمیتونیم برقصیم وای اگه نیوشا ببینه ما باید درست برقصیم اصلا از اینجوری نیست خلاص رقصیدن من یه جورایی بیشتر و به همه شاگردان هم میگم پنجا درصدش رقصیدنه پنجا درصد دیگرش اون حس و که با رقصیدن میاد و معلم بودنم چون از 13-14 سالگی همیشه به تیچینگ پرداختم حالا یا تو مدرسه بوده یا درس دادم بوده یا اینکه حس میکنم به عنوان مادر به عنوان کارم همین معلم رقص بودن و تو دانشگاه همین اکثر کارام مثلا دستیار پروفسورمون بودم اولین کارم تو دانشگاه خب همش دارم. تو عادت تیچینگی بوده عاشق اینم که مثلا اگه یکی یه چیزی میپرسه فوت فنش رو یاد بگیریم از ریشه یاد بگیریم سودی بعد که اون... این قطتون اینو بگم چقدر بر من این جمله شما جالب بود که اگه براش پیم نشن بابتش پولم نگیرم بازم این کارو میکنم میگن اگر میخوای بدونی که با چی همیشه تا آخر عمرت خوشحالی و پیدا کنی اون کاری رو که حتی اگه بهت پول ندن هم انجامش بدی آره. تیچینگ هم یا آموزش رو با, با اون رقص که با احساسه هر جفتش جزو به اشتیاق های سوزان برنینگ دیزایر شماست شما بعد شما این دوتاش رو تونستید با هم جوین کنین و شده اون کاری که باش خوشحالین دارین از توش در آمد هم دارین که چه بهتر از آه. میشه که شما کی رفتید امریکا من سال 1990 که میشه سی شد سی سال دیگه من هنوز میگم سی و سال امسال 2024 ساله بعد از اون موقعی که آمدین حالا هزار تا آبسندان داشتید بزرگترین چالش زندگیتون چی بوده؟ یکی از بزرگ مثلا تو... اگه بخوام بگید تاپ 3 تاپ وانش چی بوده؟ وقتی اومدم یعنی موقعی بد به از اون دا... تاریخ تا به امروز خب آخه چالش هم فرق میکنه یکیش اخ... که هیتتون کرده و مثلا هر وقت بهش نگاه میکنی میگیم وا این بزرگ بود ببین اولا واقعا بزرگترین چالش هم این بودش که یه حس کنم I fit in <متصفيق> که متعلق به اینجا خیلی طول کشید برای من تا اینجا حس کنم It is home میدونی؟ خیلی هم یه جورایی هم مقاومت کردم یه مقدار خیلی برخلاف میلم اومدم یا چیزایی که همش دوست دارم چیزایی بوده مثلا خب تو همون موقع ایرانم که بودم با خطاتی با شعر با مثلا نقاشی با رقص با اینجور چیزا بود همش هم حس میکنم هنوزم که هنوز بعد از این سی و سه چهار سال همش حس میکنم حس احساسات و حس و حالم رو باید به فارسی بگم آه. مثلا آه. به ندرت میرم من یه کتاب شعر انگلیسی ور میدارم اکثر باز دوباره برمیگره به فارسی سو و جالب اینه که اونجوری هم نیستم که اصلا بخوام برگردم برم ایران یعنی من آره فکر میکنم من همیشه همینجا خواهم موند دیگه میدونی یعنی حتی بعضی وقت حالا خیلی ممکنه اینو به این وضوح نگن یا شاید دادم نخواد بگه ولی من, من که میگم همه چیزا هر چیزی که این توه اینجا میاد بیرون یعنی چیزی نیست که فیلتر بشه ولی دیدی خیلی ها توی سوشال میدیا تو ویدیو ها، تو جمع همه میگن وای انشالله سال دیگه مثلا مملکتمون با آزاد چه هممون برمیگردیم من هر وقت یکی این سال میگه میگم ببین همین خود تویی که گفتی اگه همه چی درست بشه واقعا سال دیگه برمیگردی یعنی من فکر میکنم پنجاه درصد کسایی که این حرف رو میزنن حتی اگه همه چی هم درست بشه اونی که میخوایم باز برنمیگردیم یعنی واقعیت هم من مهاجرت محکوسه و مهاجرت محکوس از خود مهاجرت سختره مهاجرت معکوس یعنی چی همون که دوباره همونی... همونی که برمیگردی برمیگردی به اونجا مهاجرت بله ولی ببین. ببین چی برای کسایی که مثلا هنوزم فکر میکنن ببین البته همون چالش اول هم بود ولی مثلا هنوز فکر میکنم با همه نمیتونم ارتباط برقرار کنم اینجا خواست... خب من یه سوالی از شما بپرسم ببخشید مگه شما تو ایران با همه میتونستین ارتباط برقرار کنید Mm. تنها نقطه مشترک ما تو ایران زبان فارسی بوده که مشترک بوده وگرنه من من خودم رو دارم میگم من خیلی همیشه راحت صحبت کنم منم هم چیزی که تو ذهنم میاد میگم من یکی اصلا چرا هم مهاجرت کردم من اینکه احساس کردم ارزش با با دوستای نزدیکم هم خیلی داره فاصله دار میشه میدونی؟ راست میگی و من اینجا یاد گرفتم که حالا من خب خیلی روی خودم کار کردم رو این قسمت خودم منم مثل شما این, این فکر رو داشتم ولی واقعا من یاد گرفتم که دست از سر اینی که چرا شبیه من نیستن چرا مثل من فکر نمیکنن چرا نوروز مثل من جشن نمیگیرن من خودم میگم شما نمیگم بردارم ورای اونها ببینم خب بابا چه جور انسان هایی هستن کی گفته من رو کره زمین کره زمینی به اون بزرگی خوشگلی من یه گوشش به دنیا اومدم تا آخر عمرم کوه هم صخرم سنگم اونا هم زلزله تکون میده خب برم این همه جای کره زمین ببینم اصلا شاید دلم میخواد مثلا آدما به میگن یعنی تو هر که حاضری دوباره مهاجرت کنی آره من حاضرم دوباره مهاجرت کنم نه برگردم ایران نه معلومه که نمیخوام برگردم من مر. یه بار خودم زندگی کنم دارم فقط جای مختل میخوام تجربه جدید داشته باشم برم یه جای دیگه ببینم چه شکلیه زندگی چه جوریه میدونین نه ما ما تو ایران اتفاقا همه الانش وقتی هم که خیلی خوب باشه بازم با خیلی حرف گفت مشترک نداری راست میگی راست میگی آره آره ]溫. بس بیشتر هم حالت کلیشه داره میگم من با اون کلیشه ای بودنش چیز داشتم ولی خب چالش اون تجریش الان همه ما رو میتونه آن طالبی آب طالبی و دلجیگر یعنی من اگر آب انار آب انار وای وای منو بخوش اون دلیل خوبیه واسه رفتن ولی این زمانی من هم خواهد ازتون سوال کنم این زمانی که حس خوشبختی رو تجربه کردین بوده و میخوام توصیفش کنیم برای تو کل زندگی وای وای خیلی تو این خیلی از این لحظه داشتم اولینی که اولینی که به ذهنم اومد برای اینکه خیلی جدید هم هست اولین بار که داستان نوروز 2022 رفت رو صحنه و برای اینکه خب یه آرزوی دیرینه بود و اصلا فکر نمی کردم بتونم وقتی که شد اصلا یه،, فنام. حس خیلی عجیب بود و جالب اینه که این دفعه هم سه هفته پیش هم که تو اورنج کاونتی بودیم پری روز یکی از کسایی که توی اتاق میکاپ بود برام پیام گذاشته بود یکی از میکاپ آرتیستا و اون یادم انداخت گفت وای نیو شجون من یه تیکه از دور ازتون فیلم گرفتم نفرستاده برام گفت ولی اصلا حالتون وقتی پرده باز شد من تو اتاق پشت صحنه بودم توی اتاق گریم یکی عکس گرفته من اینجوریام خب از تو آینه اینجوری هم که فقط واسه اشکام نیاد پای مگه میکاپ اینا کردم اون وقت آی شروع شد آه. یعنی اینجوری بود یعنی اون حسی که تلاش چندین ساله واقعا مثل شاخ قول شکستن بود به تنه اینقدر هزینه برنامه این همه آدم و بعد مثلا یه رفه یعنی اگر بشینم فکر کنم راجبش هیچ وقت این کارو نمی کنم خواب. <applause> یعنی خیلی اگه بخوام بشتم همه رو بنویسم از اول ولی نمیدونم الان که یکی ازم میپرسه که مثلا او oh, what made you do it اینا همش او مای گاد اگه راجبش فکر کرده بودم هیچ نمی نمیکردم انقدر من مثلا یه چیزی وقتی میخوام با کله میرم توش بعد دیگه این ور و اون ور و پشت و واد ایف و اگه نشه چی میشه اگه چی, چی نا. ولی خب مثلا صبح روزش انقدر حالم بد بود که مثلا موقع سالین سالتین چیزا اشتباه میشد خراب میشد یعنی پیش خودم گفتم من دیگه باید کوله بارمو جمع کنم برم هیچ جا دیگه پیدام نشه و تمام آبروم رفته بس اون که قول داده بودم نشد اونی که میخواست ولی وقتی که انجام شد اون لحظه ای که شروع شد واقعا میتونم بگم یکی از اون لحظه های لایک جویست اون لحظه در واقع اگه میخوام آرتیکولیتش کنم یه ذره به زبون خودم اون لحظه بوده که آنچه که سالها براش زمان گشت بودین رویا پردازی کرده بودید از رو فراهم کرده بودید آدم های رو جمع کرده بودین این دور کرده بودید این جلو بالاخره رفته رو صحنه اکچوی روی صحنه و وای چقدر قشنگه یعنی من درست اون لحظه ای که اسم میکنی دیگه دست تو نیست تا هر کاری کردی تا الانه وقتی پرده باز شد اولین ولکام گفته شد و 1500 نفر اونجا نشستن 100 نفر رو سهنن دارن آماده میشن دوربینا داره فیلم میگیره دیگه همه چی رفته روی اون آتومیلری که قرار بوده انجام بشه پشت سرم و 45 دقیقه بعد تموم خب اولین لحظهش بود که یعنی لایک like... دمتون گم جمع آفره آره اون الان که برسیدی چی این بالاترین بود مطمئنم که ب... فرض بچه هم وقتی به دنیا اومد آه لحظه آه 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 این اون اونام هم همه هست ولی این جدیدترین بود تو ذهنم اول اومد خیلی جالب بود چقدر مزه داد آخرین بایی که گیه کردین کی بوده؟ امروز شادی ها گیه ناراحتی گریه ناراحتی گریه ناراحتی سلمان زد بیرون <applause> باز دوباره چیزه همون روز همون روز آه. روزش رو پنج صبح وقتی شبش سه و نیم رفتم به خوابم بعد دوباره خوابم نمی برد پنج و نیم که رفتم زیر شاور ببین تو همون حق, حق گریه ای می کردم که یعنی جلو دهنم گرفته بودم که شوهرم بیدار نشه چون توی هتل بودیم و صبحش باید میرفتیم رفتیم واسه تمرین و اینا ولی یعنی خیلی از اون حق های بد بود گریه های خیلی بد بود ده. که در توی اون گریه هم هم گریه ترس بود هم گریه پشیمونی بود برای اینکه روز قبلش موقعی تمرین ها سر چند نفر داد زده بودم و یه حسه یعنی همش میگفتم اصلا ارزش داره که سر مثلا پسرت شوهرت بهترین کسایی که دارن اونجا کار میکنن داد بزنی مثلا نشسته بودم داشتم فرنچ فرایز میخوردم غذا میخوردم وقتی همه چی قرقاتی بود من یه دفعه اومدم تو اتاق داد و بیداد یه جای خود یعنی دیگه جیغ و بود <laughs> ولی خب صبحش حس پشیمونی حس ترس حس خستگی و ناتوانی که دیگه نمیتونم دا و یعنی تو اون لحظه همش حسای منفی بود ولی بعد از اینکه حقا اومد و گریه ها رو کردم خوشبختانه میگم این بریسلتی که همیشه دست منه که یه آدم عاقل چیکار میکنه what would a wise person do فقط یه لحظه شو okay. um, یعنی باید. رفتم تو اون ستیت like یه کوچولو مدیتیشن و کام کردن خودم و اینکه دیگه همینه که هست این اتفاقایی که قبل بوده شده و um, دیگه, دیگه باید. باید. یعنی خوشبختانه سریع خودم رو جمع جور کردم و اولین کاری هم که کردم یه نامه نوشتم نامه عذرخواهی از همه که سکسشون داد زده بودم و قبول کردم که یعنی حتی اگه خرابم بشه دیگه آخر, آخر آخرش آخر اینه که خیلی خراب میشه همه میان تو سالو میگن بابا عجب زنی که قلای بی خود داد عجب آدم بجنسه ببخشید ببخشینه میتونم بگم یا پرفیوز کلا چیزی بود چقدر چرت و پرت گفت بی خودی دادیم ما رو پس میخوایم این اون فلا آخرشون میشه دیگه دوستام همه از دست میرن اونایی که به قول به خاطر کار اومده بودن گفتم آخر آخرش این میشه دیگه دیگه, دیگه حالا حالا چه درصدی در مقابلش هم احتمال داره کدوم نشه آره آره یعنی پیش گفتم خب آخرش اونه حالا اون ته تهشه خب برگرد حالا الان سه ساعت مونده بشه چی تارا آره. میتونیم بکنیم so, then دیگه. جون اگه یه پاک کن داشتین که میتونستین یه قسمتی از زندگیتون رو پاک کنین کجا ازش استفاده میکردین هیچ جا هی چیشو پاک نمی اگه میتونستی یه قسمت زندگی تو بعد ببریم یه جه دیگه دیدی یه موقعی ما میگیم این وقتش نبود مثلا دوباره فکر میکنم هر اتفاقایی که افتاده حتی اون سختترینش که اگه اون موقع میگفتم اون موقعش میگفتم چرا ولی مثلا چرا با یه کسی آشنا شدم که مثلا خیلی خوب بود ولی خیلی درد داشت بعدش یا مثلا چرا یه کاری رو کردم که هر وقت یادش میفتم قلبم اینجوری میگیره ولی هیچ وقت فکر نکردم کاش یه موقع دیگه بود یعنی توی زمینه پاک کردن اتفاقات و وقوع اتفاقات من خودم و somehow در این حال که تو همه چی به نظرم آدم قویم در اون زمینه بسیار آدم ناتوان و خار و زبونی هم که اصلا فکر میکنم من هیچ چیزی ندارم در گفتن اینکه کی کاش که اون اتفاق میافتاد برای اینکه ایرانو اگه یه موقع دیگه میافتاد اصلا بهتر بود یا اگه اون اتفاق نمیافتاد آیا من الان این بودم چون الان بزنم به تخت شکر خدا خیلی حس خوبی دارم خیلی حس کامل خوب کامل خوب نه همه چی خوبه و عالیه ها یعنی همه دیگه بندوزه 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 تو تو می تو میفهمی ولی مثلا خیلی مثلا تا این جمله رو به یه جا میگم باید سریع پرانتز باز کنم توضیح هم بدم که مثلا اگه خوبم نه اینکه وای چقدر خوشحال از پول بالا میره همم هم دور و تا آه. کمر خم میشن و هیچ سختی در نهایت سختی و درد و مشکلات و همه چیزا ولی دیگه زندگی دیگه واردی همش با هم میاد دیگه. رفتین دیگه. از رفتم خیلی خوب ولی هیچ وقت فکر نمی کنم میگفتم کاش این نمیشد برای اینکه وقتی تا بگم اگه این اتفاق یه جای دیگه میافتاد، یه دفعه اوردر همه چی به هم می خورد. اگه این, این اتفاق میرفت اونجا، چی اگه اون شد یعنی داشتم وقتایی که یه ز... ز... تو ذهنم یه وقتی فکر می کردم آخ مثلا چی میشد اگه من به اون مثلا به اون عشق اشک... خب اتاقه <تصال> <اونو> <تصال> مثلا تقالی <تصال> بود این وقتا اگه مثلا میگفتم چی میشد ولی بعد سریع بشه من گفتم اگه اون میشد هیچ کدوم از اینا اون وقت نمیشد نمی اصلا خدا میدونه چی میشد بعدش شاید اصلا نمی... اصلا بهش فکر نمی یعنی هر اتفاقی که افتاده میگم ما واو اوکی این مدل من بود من یه جورایی خیلی به قسمت اعتقاد دارم اعتقاد داریم آره به قسمت که یعنی فکر میکنم همه چیزای ما از قبل ست بوده قرار بوده همه این اتفاقا بیفته so... برای شما معجزه چه معنایی داره معجزه همینه که این اتفاقا به موقعش به موقع بیفته و ما بذاریم بیفته این اتفاقا معجزه همونی که من یه دفعه اینترپتش نکنم اوردر این چیزا رو معجزه همونی که بفهمم کجاها قبول کنم کجا بدو هم دنبالش کجا به قول معروف هشدار بدم میدونی معجزه به نظر من تمام اوناست معجزه همونه که مثلا من خوب شدم بعد از مریضی معجزه همونه که شکر خدا پسرام سالمن الان ماه آوتیزم کازین من مرتب رو پست میکنه فلان اصلا هارت رنچینگ روزی نیست که بگم وای مثلا معجزه همین معجزه هم اونورم یعنی حتی اتفاقای بعدم من به معجزه به موجزه نگاه کنم. یعنی اینکه یه بلاهایی سر یه کسایی میاد که حالا ما اسمش رو میگیم بلا ولی یه وقایعی یه اتفاقایی میافته که اون شخص یه عالمه کارای مثبت تر با میکنه برای بقیه ها یعنی اون اتفاق بیفته ولی خب برای هر چیزی بهای آدم باید بده دیگه دقیقا دقیقا نمیدونم خانم استر پله رو میشناسین یه روانشناس بلژیکی امریکاییه بلژیکی اگه سرچش کنیم بعدا خیلی انسان جالبیه و یه چیز خیلی خوبی میگه خیلی بحثی که میکنه تمرکزش رو روابطه و بیشتر تمرکزش مثلا راجبش یه دی اپیزودم تو پادکست صحبت کردم یه، یک تمرکزش هم روی خیانته و الان که شما اینا گفتین یه دفعه ذهنم رفت چقدرم دیدتون شبیه ایشونه میگه که همش همش میگه که به جای اینکه وقتی که وارد یه فازی میشید بحران خیانت میشین به جای اینکه برین تو قالب قربانی خیانت کا بابا با با نگاه کنید ببینین رابطتون رو چه جوری اگه میخواین بسازینش ببینین رابطه چه جوری میتونین ستپتر رو این بحران بسازید برید بالا <applause> یعنی از توی خیانت بهترین اتفاق رو دارید بیرون بعد خیلی باش حمله کردن حالا شما راجع به مریضی گفتید اینم میگه میگه که از 99.9 99 درصد در کسایی که کانسر سروایور هم بپرسید که کنسر بر کانسر برای شما سرطان بر شما چی داشت همشون میگن که ما خیلی خوشحالیم که این اتفاق برامون افتاد برای اینکه من این آدم نم نمی بودم اگه اون اتفاق نمی آیا اونا دارن کانسر رو پروموت میکنن نه اونا دارن میگن آوتکامی که به اتفاقی که از توی اون در اومده انگار که یه گل جدید در من شکفته روش کرد و شما الان دقیقا همین گفتید که اینم یک معجزه است یعنی باردل... انقدر برای من این الان ب... اگه دلتون میخواد میتونین راجبش صحبت کنین چی داشت براتون اون اتفاق اگه کامفتبل این مریضیم باقعا... باردل... هم ببین از همه مهمتر یکی این که آدم به قدرت خودش پی میبره یعنی یک این که واقعا اصلا آدم نمیدونه ماها چقدر قوی هستیم بزرز. تا وقتی که میگن تا وقتی قوی بودن تنها چاره کارته تازه اونجا میفهمیم که قوی هستی یکی اون دو اینکه چقدر آدم میفهمه که زمان مهمترین چیزه تو زندگی وقتمون تایممون مهمترین چیزه یعنی وقتی که تایمت محدود میشه هیچی دیگه مهم نیست که آیا جنس میزه چیه آیا مواد هرکاتتو تو دوست داری یا نه سفید شده یا نه وای مثلا خستم نمیدونم زمان تنها چیزی که داره میره تونتونم و این آدم فکر میکنم هممون تئوریش رو میدونیم آره، هممون بار اوندیم خب ولی وقتی واقعا دستت که مثلا ای چهل درصد ممکنه زنده بمونم یعنی مثلا Like, او مای گاد من احتمال خیلی زیاد میمیرم تا شیش ماه دیگه او oh مثلا این کارو میخوام اون کارو میخوام این کارو میخوام بکنم میدونی یعنی یه دفعه فکر میکنی مثلا من تو سی و یک سالگی گرفتم سرطانو تو سی و یک سالگی که هنوز یه عالم فکر تو ذهنته ایتس like, اه. یعنی من مثلا بعد چند مدرسه میره نخواهم بود یه جوری بود که دیگه لحظه به لحظه زندگی تو میبلعی اینجوی <تصفح> حالا بعضیا خب متاسفانه یه دفعه ناامید میشن بعضیا دیگه زانوی قم بغل میگیرن بعضیا دیگه آردی جلو جلو گورشونم میکنن میرن توش میخوابن تا وقتی که خب دیگه نتونن بیان بیرون من, ب... من برعکس تر بودم اینه مثلا من حتی یک مقدار تنش داشتم با عزیزانم که مثلا میگفتن که ببین ایمیون سیستمت پایین کسی نیاد الان دیدنت خب به همه دوست و آشنا و فامیل میگفتن کسی نیاد دیدن نیوشا من برگشتم جلو همشون گفتم که نیوشا که احتمال زیاد میمیره تا چند ما دیگه اگه قرار باشه تو این مدت حتی اگه من از سرطان نمیرم از تنهایی دق میکنم آره یعنی من با مادر شوهرم اینا روحشون شد مادر شوهرم این گفت هیچکی نیاد هیچکی هر کی دم درم می اومد دم در دور وایسین ماسک بزنین کفشاتونو در بیارین دستاتونو بشورین حالا قبل از کووید الان بعد از کووید این چیزا یه ذره نرمالایز شده میدونی سی و دو سه سال پیش مثلا همش یه جوری که هر کی میخواد حال نیوشا رو بدونه تلفن بزنه. بعد من نشوندمشون که گفتم یو you نو know من دوستام و فامیل و اینا رو دوست دارم بیان دور و برم بچه‌ها ما این بچه ها رو نمیذاشتن بیان من نیوشا خسته است من دایی پروش عوض میکنم من میخوام اونم بشه. گفتم ای بابا با من ممکنه this is مای لاست چون من خودم میخوام برم دایی پروش عوض کنم خودم میخوام باهاشون باشم سو so یه جورایی یک ارزش وقتو فهمیدم دو اینکه واقعا خیلی بهش فکر نکردم فکر کنم انقدر درگیر استفاده از اون زمان محدودی که برام بودم. بودم که دیگه خودش خوب شد میکنم سرطانی نه تو مسیرش ده... که بودید ببینید همون چیزی که این خانم استرپلر میگه میگه وقتی تو بحرانین تمرکزتون رو هر چی میذارید فقط اون قسمت یادتون میمونه آها و شما دقیقا همین اتفاق براتون افتاده شما تمرکزتون رو صفر و محکم گذاشتید روی استفاده, روی استفاده از آنچه که هست هنوز در دست رسه که زم... و استف... لذت بردن از لحظات چقدر خیلی تجربه بزرگ واقعا درس بزرگیه ها برای همین من خیلی نمیتونم الان کامپشنت باشم از لحاظ همدردی ناراحت شدن برای کسی که مریض میشه و چیز بد یعنی من مثلا من رشته روانشناسی خوندم ولی فکر نمیکنم کنم هیچ وقت میتونستم روانشناس خوبی باشم تراپیست خوبی باشم و اینکه نیست خیلی چیزارم تجربه کردم و همش زود میپرم به آخرش که خوبه من دیروز خیلی جالب دیروز پسرم تو ماشین داشتیم میره میرفتیم پسرم یه چیزی گفت که مثلا حس و حالش ایموشنش رو گفت و تا حسش رو گفت مثلا من ما آخر. بعدش اینجوری اونجوری اونجوری براش دو سه تا راه حل دادم و اصلا انقدر قشنگ به من یه درس خیلی خوب رو یادآوری کرد اصلا با شما نمیشه حرف زد و اینکه هر چی میگیم خب درست آره خودم من من که چیز نیستم که نادان نیستم که نات استوپید خودم میدونم اونجوری میشه درست میشه بعدش ولی حسمه الان به شما گفتم با شما اصلا نمیشه حرف زد تا حسمون رو میگیم زود میخوایم راه حل بدیم سولوشن بدی آره شما شما میگی خب چاپ چاپ بز برسیم به تاش <تصفح> آره میگم خب بی خودی واسه چی خودت ناراحت میکنی این که نمیمونه که دو ماه دیگه خودت میای به همین حالتت میخندی مثلا و مثلا گفت, اصلا حرف زدن با شما فایده نداره گفتم I'm so sorry you're right من اصلا اینقدر افتادم تو بدو بدو انجام دادن کارا آه. اون حس و حال اکنالج کردن که آخه, آخه آره نه راس میگی حس تو میفهم الان همونی که تو بایستی پاس کنی میگن هنر رو زندگی کردن م. پاس کردن و اینی که رفلکت کنی روی آنچه که گذشت آره و جان شما من یه سوالی در جایگاه کوچ میخوام بپرسم تو دلم مونده بپرسم اینو بعد از اون نوروز چیزی که امسال حالا رفتید نوروز پرفورمنستون سلبریتش کردین یس yes, دو سه مدل و هنوز ادامه داره آفرین قضیه چیه بس برای مخاطبینمون بگیم ما وقتی یه یه کار بزرگی رو انجام میدیم براش خیلی زمان انرژی توجه تمرکز میذاریم به خیلی چیزا قربانی میکنیم وقتی بهش میرسیم آدما به دو دسته تقسیم میشن یا اونجا پاز میکنن سلبریت میکنن رفلکت میکنن به خودشون خودشون پریز میکنن به خودشون افتخار میکنن از اطرافیان تشکر میکنن یا میگن چاپ چاپ گل بعدی هدف بعدی هدف بعدی هدف بعدی درسته نه یاد گرفتم که برای اینکه بقول آدم اونجوری آدم بگه باتریش تموم میشه دیگه نمیتونه ادامه بده به نظر من ما کاری که میکنیم هر یه دونه برنامه مخصوصا توی این کالیبر به این بزرگی و چون که خیلی هم اولین اولین غریزه من اینه که زود بگم اوکی چی کار نکرد چه جوری بود کجا رو باید درست کنیم چی کار کنیم فلان اینا ولی کاری که کردیم اول تا یک هفته دو هفته بعدش همینجوری کوچولو کوچولو با عکس با فیلم با زنگ زدن ها با خاطراتش اینا اون حالت سلبریشن گروهی بود بعد با چهار تا بچه‌ای که گروه تیم اصلی بودن هفته پیش و یه روز آف گرفتیم از کار چهارشنبه پیش اصلا رفتیم خونه یکیشون یه بریکفست با هم دیگه هدفمون این بود که شاید فقط همین با هم باشیم ببین یعنی یه هر سی ثانیه یه دقیقه یه بار یه دفعه میگفتیم واو we did it بازی زر میگذشت میگفتم بچه ها متوجه هستیم ما پنج تا پنج نفری و پنش... نفر ما پنج گفتم متوجه هستیم ما پنجتا تا نه کارمون اینه نه یه قرون بابتش پول گرفتیم واو. نه درس این کارو خوندیم یعنی فقط عشق و علاقه و یه انگیزه و سخت کوشی و تونستیم بدون اینکه نه یه ارگانیزیشنی دنبالمون باشه خلاصه هی مرتب باز با هم دیگه چزم. دوباره یه ذره دیگه میشد باز یه چیرز میزنیم چیرز واسه مثلا بعد جالب این بود که یه عالم اتفاقات ناگوار که افتاد یا کسایی که دم آخر مثلا یکی زنگ بزنی و سوسالی من نمیتونم باشم با بعد میگفتم بوتین نمیتونی باشی مثلا یه قسمت بزرگ کارو داشت نمیتونست بیاد یعنی تمام اون هارت بریک ها و تمام اون موانعی که در طول این برنامه بهش برخورده بودیم نشستیم یکی گفتیم ببین جاش خالی بود ولی چه خوب بود اون نیومد و اینکه به جای اون یه دفعه یه چیز خیلی بهتر اتفاق خیلی بهتر افتاد هر کسی که رفت بیرون به نوعی و واقعا یه دفعه یه سوراخ ایجاد کرد اون سوراخ رو یه چیز خیلی بهتر پر کرد مم. اونش هم خیلی خوب بود که ما تونستیم به که آدم با... بمونه توی اون و رو... کار قشنگی کردین که انقدر با هم نشستید هم و اینکه اون آدرنالینه هست دیگه تا روزها هست و دلت میخواد که حرف بزنی شیر کنی فقط هم با آدم های مشترک میتونی تشت. دقیقه برخصا اصلا دمیا خیلی خب حالا تموم شد دیگه دیگه آره. بستش که کشتی ما رو دو سال اگزاکت مثل شوهر و پسر من گفتن ما نیوشت جان بسته دیگه we're done <تصفيق> <تصفيق> کفتن. اوکی, enough enough. دیگه یعنی اونا فرداش گفتن اوکی این هم فیزی ها دیگه بسته سال دیگه هم نمی کنی یه سال در میون ما اونا تو خونه دیگه نمی شده حتی اونا دیگه <تص> دیگه دیگه نقطه سر خط دیگه یه چیزایی دیگه یه سوال گفتید همسر حالا الزامن هر کسی میخوام ببینم که با کیفیت ترین ارتباطی که تو زندگیتون تجربه کردین دلیلش رو میخوام بدونم چی بوده با کیفیت ترین رابطه به چه دلیل م... یکی فکر میکنم دلیل کیفیت خوب رابطه ها یکی با اشتیاق و صد درصد رفتم تو رابطه <applause> یکیش اونه که فکر میکنم کیفیتش خیلی بالا بوده حالا چه رابطه دوستی چه رابطه با بچه ها چه با مثلا همسر <متصفيق> یعنی وقتی رفتم از قبلش برای خودم چیز نداشتم اکسپکتیشن اونجوری نبوده که چی یعنی <متصفيق> رفتم اول بعد حس خوبه اومده و <متصفيق> دوباره باز رفتم دوباره <متصفيق> حس یکی از دلایلش میتونه نداشتن انتظار باشه آره میدونین چون انتظار قاتل انتظار قاتل رابط هست. این رابطه است یعنی میخوای رابطه رو بکشی شروع کن اکسپکتیشن داشته باشی دقیقا, دقیقا. با خیلی رابطه ها سر همون تموم میشه دیگه به محض اینکه از ب... د... به محض اینکه شروع میکنی میگی دفعه پیش ولی اینو گفت ولی نکرده یا الان د... سه دفعه است من اینجوری همون اصلا انتظار میکنه. داشتم احترام بذاری اینجا نداز تمومه با باری چقدر خوب دیگه چی میتونیم بگین چقدر این خوب بود که کامل بودن آره کامل بودن اونجا دو... کیفیت رابطه با کیفیت میخوام دلایل کیفیت روابطتون رو بدون دلایل کیفیت روابط سو so, کیفیت روابط برای من یکی این که واقعا هم اون چیزی که هست یعنی مثلا من, من میرم تو درون یعنی رابطه ها و رابطه هایی که خیلی باید برای اما برای آماده شدن و رفتن توش خیلی باید حاضر بشم بر من یه رد فلگه وقتی که خیلی باید مواظب باشم اوکی الان فلان جا قراره برم چی بپوشم چه ساعتی برم وای اگه دیر برم حالا اینو میخوان بگن اگه اینو ببرم وقت مثلا این میشه اگه اینو بپوشم وایس برم چک کنم برم دفعه پیشو نپوشیدم مثلا اینو بپوشم که مارکش یه ذره گرون تره یا مثلا آه با،, با, این برم با اون وقتی که خیلی باید فکرای چیزای یعنی چیزای گذرا نان... لحظه هایی که احساس میکنی دارم رو اکسل را میرم اینجا هی, آره. آره. فکر فکر هی باید مواظب باشم اون رابطه ها خیلی دووم نمیاره فکر. فکر. آره کیفیت نداره ولی خیلی رابطه ها واقعا مثلا من الان سه چهار تا گروه هم باهاشون در ارتباطم اینه از اوناست که تو این سه تا چهار تا گروه واقعا با کله میرم I make it happen این oh, کار خاشنگ. باشه ترافیک باشه حال خوب نباشه اینا همه چی میره کنار اونا همه سکندری هم آره. به من الان میخوام اینجا یه چیزی بگم که من و شما همدیگر پارسال دیدیم یه سال و نیم آره دیگه یه سال و من قبل شما تو اینستاگرام فالو می کردم و خیلی دوست داشتم این اصلا انرژیتون رو خیلی دوست داشتم خیلی اصلا یعنی میگفتم وای خدایا تو زمان کووید بود دیگه شما ویژوال داشتید که کلاساتون رو داشتید بعد که شما رو از نزدیک دیدم دفعه اولی که همدیگر تو اون حال اون هتل دیدیم و بغل کردیم من یک حس اتنتیسیتی ازتون گرفتم خود خودتون بودی یعنی ذره مثلا میگه یه تظاهر، جس تظاهر جیس هیچی خود خود تو ما خیلی زیبا مثلا این اون مدلی که اومدین ارتباط زدین اصلا گفتم وای این این خودشه و بخ... با اونجا با خودم فکر کردم که چقدر جالبه که ما آدما وقتی از دنیای مجازی برده دنیای واقعی میشیم طرفمون رو شکه کنیم با یه همچین کوالیتی با یه همچین کیفیتی تو بر... خودت هم همونی تو خودت هم با میگم همون, همون فقط اون یه دونه ویکند اون دو روز هم دیگر دیدیم ولی هر وقت که پستاتو میبینم یا الان خودت به نظر من واقعا قشنگترین همونه البته اون وریشم هم خوبه یه خیلی هم اون مدل رو دوست دارن خیلی هم مثلا واقعا اترکتد میشن به این که خب یه چیزی خیلی خوشگل باشه خیلی ظاهر متفاوسته چی ما اینقدر همه عاشق تلویزیون و فیلم و صحنه سازی هستیم آدم دوست دارن صحنه من گاهی وقتا هم میگم یه کلاس بزنم یه پست بذارم بعدش مثلا میشم خودم میگم مثلا اونجایی که میگه اگه میتونستی جایی چیزا رو عوض کنی چیزای خیلی پیش پا افتاده مثلا اینکه کاش که مثلا یه نور خوب گذاشته بودم کاش که دوربین و وید انگلش درست کاش که یه لباسی پوشیده بودم که من یه لاغرتر نشون میدم ولی مثلا از اون چیزای گذراست سخت خودتون بودن معنی من این نیستش که برازنده نیستین من نیستی. من, نیستی. من الزاما که یکی خودشه الزاما خوشگل نیست نورش خوب نیست برازنده نیست خود بودن انقدر به نظر من از اون تو انرژی مثبت میده به آدما چون هیچ چیز تو روابط هیچ چیزی آدما رو عقب نمیشونه به اندازه اینی که ببینی داره طرف تظاهر میکنه درسته درسته ظاهر نیست داره. من منظورم اینه که خود خودتون بودین آره اون اون خیلی چیز قشنگه نیستم غیر خودم که آره خدا رو شکر خوشحال به من بگیم بهترین خاطره کودکیتون چیه بهترین خاطره کودکی بستنی قیفی آه کدومشون یه بستنی قیفی های نونی بود که ونیلا و مثل کف بود یه های پاک, یه پاک،, بود. پاک داشت نه؟ آها بستنی پاک آره و بعد نونش نونش هم چیزی. چیزی, ن... خرج. بله. خرج. چیزی نبود خیلی پودر بشه بشنی آره، آره. شد جوید خیلی آخ بستنی آخ، من اصلا چه با اینجا اون نونا رو دیدین جدا میفروشن یه جا پیدا کردم خیلی هم کوچولو گذاشته و گفتم من اینا رو میخوام من اینا رو میخوام ها رو میذاشتم گفتم حال اون بستنی رو به من میده یا نه ولی بله خامه ای مثل اون نبود اون خیلی خامه ای بود فکر صده هرچی بود در چربی بود آره هرچی بود خیلی خوشمزه خوش خوش بود خیلی آره. آب دهنم را افتاد <تصفح> یه سوال دیگه ازتون بپرسم نقطه عطف زندگیتون ب... به نظرتون کدوم قسمت زندگیتون بود یعنی ترنینگ پوینت زندگیتون سرطانم جینز فقط اگه م... بهتون ام... چند ببین چند جو باز چند تا داشتم میگم ام... بعضی به من میگن وای نیوش جون بهت نمیاد ماشاءالله مثلا 52 سه سال بهت نمیاد میگم ببین ممکنه سنم به هم نیاد ولی مایله جم خیلی بالاست ممکنه مدلم پایین باشه مایله جم بالاست عزیزم من تو چی بشته گفتم <applause> میگم ممکنه هر روز وقتی میگم وای مثلا تجربه ها یا وای سنم و وا وای پیر شدم هر وقت از این حرف روزایی بابا تو که سنی نداری میگم ببین مدلم مایل جمع خیلی بالاست برای همین اینقدر از لحظه ها زیاد استفاده کردم ت... لحظه های ترنینگ پوینت هم هم زیادتر بوده بیشتر از یکی دوتا مثلا یکیش خب واقعا این آخ... ای چیز همین مریضی و سرطانم بود که برای اون ترنینگ پوینتش همون بود که ارزش زمان و لحظه ها رو بدونم و بعد خیلی بی خودی ناراحت نشم واقعا هرچی که هست و ایمبریس کنم مثلا با بچه ها رابطم با بچه ها و اینکه دونستن اینکه که از کجا معلومه من بهتر میدونم یعنی مثلا اگه یه وقت بچه ها یه چیزی میگم مثلا اوکی هر جوری خود یعنی یوزولی هر وقت از من یه سوالی میپرسن میگم جوابش که 99 درصد یسه هرچی شما بگینه مثلا ولی مرسی که باز میپرسین به احترام ولی تقریبا هرچی میگم میگم یس برای اینکه کی میگه من بلدم سو so, یکی اون بود اون فکر میکنم باعث شد یکی دیگه متفاوت. دیگه متفاوت شد مدل نگاه زندگی یکی خب باز ترنینگ پوینت مهاجرت هم به اینجا خب یه چیزایی خب خیلی سخت بود اصلا مدل زندگی ها فرق میکرد ام... آره این دوتا رو بکنم همین دوتا رو چقدر بعد از اینکه که آمدین اینجا بعدش بچه دار شدید و بعدش من 19 سالگی اینجا بودم 19 سالگی تا 25 سالگی کالج و کار و خونه با مامان بابا اینا بودم 25 سالگی ازدواج کردم تا دیگه 31 سالگی دو تا بچه داشتم بعد مریض شدم سی یک سالگی مریضی بود ولی بعد ببین تو همون موقع هم مثلا ببین اون موقع ها من خب کلاس رقصامو از وقتی اومدم داشتم دیگه از 19 سالگی من کلاسامو داشتم تو زمان مجردی بعد وقتی ازدواج کردم خب همسرم هم خیلی سپورت کرد حامیه خیلی خوبی بود کلاس رو داشتم بعد تمام پرفورمنس ها الان که یادم میفته مثلا این دیروز پیروز سیزده به در بود به شوهرم میگفتم یا به بچه ها مثلا میگفتم یادتونه قبلا و سر سیزده به در و چقدر هرس میخوردیم کلافه میشدیم عصبی میشدیم نمیدونم مثلا خیلی اون موقع سخت بود برنامه گذاشتن ریسایتلای شما مثلا مطمئن باشم همه چی پرفکته همه چی خوبه کی؟ یعنی آدم چیزی بودم همش گو گدر دنبال کار بود و بود و فلان این وسط هم از دست این عصبانی می شدم از دست اون ناراحت می شدم چرا این کارشو نمی کنه فلان یعنی زندگی خیلی سخت بود و شاید هم نمیدونم کسی نمیدونه آدم سر چی سرطان میگیره ولی واقعا شاید هم همون استرس که من الان تو زندگی این کلمه رو یکم وقتی میگم این چی بود یعنی چی <تصفح> استفاده نمی کنم ولی همونی که حالا بقیه ها میگن شاید اون بوده مثلا که خب بود و بودوی کار کلافگی انتظار مثلا این چیزا خب بود اول زندگی تو داری فقط مادر دو تا بچه ای نمیدونم داری میخوای زندگی تو بسازی کلاس رقص داری با این همه خانواده ها داری دیل میکنی خانواده های 99 درصد ایرانی با بچه هاشون بعد آدم فعالی هم باشی هی بخوای تو این ایونت ها هم باشی کلی کانفلیکت چی میشه تضاد تناقض آره، تنش این چیزام همه پیش بیاد بعد منم اصولا آدمی هم که دوست دارم همه دوستم داشته باشن یعنی اصولا دوست دارم کارایی بکنم که همه بگن وای ماشاءالله به چقدر شما توانایی مثلا یه غذا درست میکنم همه میگم وای چقدر خوشمزه میگم بله دفعه دیگه دو درست, می درست, درست, درست میکنم همه دوست دارم همه تعریف کنم با خودتون مسابقه میدید آره آره خودم هم همیشه میخوام هم خودم مسابقه ها رو بدم هم آدم کامپتیتیوی هم هستم آه. تو هر جایی هم که میرم میخوام بهترین باشم سو فکر میکنم اون مسابقه هایی که با خودم و با دوروور و تو همه چی نمیدونم باشم همه جا باشم دیگه تو سی و یه سالگی کچاپ کرد واحد. یه سال منو به زور آروم کردن نشوندن چون من نام نداشتم ولی کلی درساشو گرفتید و درس بودیم برای بقیه دیگه الان آره. ببینید آدمایی که این ویدیو رو نگاه کنن یه درس خیلی بزرگ قرار بگیرن واقعا هیچی بهتر از این نیست که ما تجربیاتی که میتونه به درد بقیه بخوره رو باشون شیر کنیم بذاریم نه یه راه و صد نفر دیگه یه سیم رو به نرن به عنوان حسن خطام میشه تو سه کلم خودتون رو توصیف کنین عشق لبخند عزیزه. حرکت حرکت, حرکت. حرکت. آه، یک دنیا ازتون متشکرم نیشه جو. خیلی مرسی. مرسی, مرسی مرسی که وقت گذاشتی من میدونم که چقدر سرتون شلوغه و واقعا همیشه وقت هست واسه همه چی وقت هم. واسه وقت واسه, واسه ما استرچ میشه دیگه وقتی خوب بتونیم همه رو توش جا بدیم وقت باز میشه متشکرم. موش خیلی ممنون مرسی عزیزم